سرخط خبرها رسانه ها تردید آلمان برای ادامه کمک به کیف به خاطر حجوب مهاجران اوکراینی درگیری روسیه با کشورهای اروپایی بالا گرفت و کرملین با آنهایی که سقف قیمت تعیین کردند انرژی نمی فروشیم. رسانه ها تردید آلمان برای ادامه کمک به کیف به خاطر حجوم مهاجران اوکراینی واشنگتون پست کاهش حمایت از کیف در آلمان را با پناهندگان اوکراینی مرتبط دانست. به گزارش اسپوتنیک روزنامه واشنگتن پست می نویسد تمایل مردم عادی آلمان برای کمک به پناهندگان اوکراینی در این کشور ضعیف می شود. این نشریه اضافه می کند با درک شدت بار مالی و اجتماعی ناشی از پذیرش مهاجران مهمان نوازی آلمان ها نسبت به پناهندگان جدید اوکراینی روز به روز ضعیفتر می شود. این روزنامه با استناد به نتایج یک نظرسنجی می نویسد، آلمانی ها همچنان نسبت به کیف ابراز همدردی می کنند اما اکثر آنها مطمئن هستند که برلین پیشتر به اندازه کافی یا حتی بیش از حد برادری خود را نسبت به اوکراین ثابت کرده است. خاطر نشان می شود که عدم تمایل به مشارکت در بحران اوکراین ممکن است به ضدیت نسبت به مداخله نظامی مربوط باشد که این کشور پس از جنگ جهانی دوم به خود القا کرد در پایان مقاله این روزنامه آمده است در این راستا تصمیم دولت آلمان برای ارسال تسلیحات به اوکراین یک تغییر انقلابی در سیاست خارجی این کشور بود که به کنار گذاشتن خصومت در خارج از کشور پایبند بود لازم به یادآوری روز دوشنبه تظاهراتی در لایپسیک آلمان بر برگزار شد که در آن معترضان خواستار توقف هر گونه کمک نظامی آلمان به اوکراین شدند. درگیری روسیه با کشورهای اروپایی بالا گرفت ماریا زاخارو با سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با حضور در یک برنامه که زندگی تلویزیونی شبکه تی وی سی گفت تنها دو دیپلمات روسی در کشورهای غیر دوست باقی مانده و فعالیت میکنند. زاخاروا گفت حضور دیپلماتیک روسیه در بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا که مسکو آنها را به عنوان غیر دوست معرفی کرده است به حد اقل رسیده و ما فقط یک یا دو دیپلمات در این کشورها داریم وی افزود البته حضور دیپلماتیک روسیه در این کشور قطع نشده است چون شهروندان روسی در این کشور نیاز به خدماتی مثل گذرنامه و صدور اسناد خود دارند که باید این کار انجام شود این دیپلمات روسی در ادامه هایش گفت که مسکو هیچ وقت راه محل قطع ارتباط را انتخاب نکرده است و این در واقع چیزی است که خارج به ما تحمیل شده است کرملین به آنهایی که صفحه قیمت تعیین کردند انرژی نمیفروشیم دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین امروز یکشنبه اعلام کرد که روسیه مصمم است به کشورهایی که صحف قیمت برای انرژی روسیه تعیین کردن نفت و گاز نفروشد پسکوف در این خصوص تاکید کرد اساس اقدامهای ما حرفهای پوتین است مبنی بر اینکه نفت و محصولات نفتی یا گاز را با چنین کشورهایی مبادله نمیکنیم بنابراین موضع ما اکنون همین است دولت اتحادیه اروپا در تلاش برای کاهش درآمدهای نفتی روسیه و محدود کردن توانایی مسکو برای تامین هزینه های نظامی در جنگ مقابل اوکراین هستند اما در خصوص پیشنهاد گروه هفت برای تعیین صف قیمت هر بشک نفت روسیه بین 65 تا 70 دلار اختلاف نظر دارند لهستان استونی و لیتوانی خواستار صفحه قیمت پایین تر از 65 تا 70 دلار در هر بشکه هستند که از سوی گروه هفت پیشنهاد شده است اما یونان قبرس و مالت خواستار صفحه قیمت بالاتر یا راه جبران برای ضرری است که صنعت کشتیرانی این کشورها احتمالا متحمل خواهد شد.